سلام، خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 25 دلو سال 1400 برابر است با 14 فوریه سال 2022. مشروع خبرها با من روما عادل. ایران و چین میگویند که امریکا به حیث یک کشور ثروتمند دارایی های افغانان فقیر را دزدی کرده است. وزارت امور خارجه چین در واکنش بعد تصمیم جو بایدن در رابطه با دارایی های منجمد شده ی افغانستان میگوید که ثروتمندترین کشور جهان دارایی های افغانان فقیر را دزدی کرده است. در همین حال وزارت خارجه ایران نیز تصمیم جو بایدن در مورد دارایی های منجمد شده ی افغانستان را محکوم کرده و این اقدام رئیس جمهور آمریکا را سرقت آشکار خوانده است. در همین حال سازمان همکاری های اسلامی میگوید که با بانک انکشافی اسلامی به گونه مشترک به هدف آزادسازی ذخایر منجمد شده ی افغانستان با جهانیان گفتگو می کند تا از فروپاشی اقتصادی و فاجعه انسانی جلوگیری شود. به ادامه واکنش ها در برابر تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد ذخایر پولی منجمد شده افغانستان، وزارت های امور خارجه چین و ایران نیز برگرداندن ذخایر پولی یک کشور فقیر سوی آمریکا را دزدی آشکار خواندند. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تا یک کنفرانس خبری تصمیم جو بایدن در مورد ذخایر پولی افغانستان را محکوم کرد و میگوید این کار دزدی آشکار از پول افغانان است. مردم آمریکا باید خجالت بکشن از این اقداماتی که دولت آمریکا به نام مردم آمریکا انجام میده و اندک مایملک این مردم رو در روزهای سخت زمستانی در میانه قحطی و گرسنگی و بیماری و کرونا ضعف میکنه. جمهوری اسلامی ایران از این اقدام مشمئز کننده اعلام بیزاری میکنه و اعلام میکنه که امریکا باید نسبت به رفتارهای ضد حقوق بشری خودش، ضد انسانی خودش تجدید نظر بکنه. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در صفحه تویتر خود نوشته است که ثروتمندترین کشور جهان دارای یک کشور فقیر را سرقت کرده است. ثروتمندترین کشور جهان دارایی فقیرترین کشور را به گونه آشکار سرقت کرده است. به هر گونه بهانه ای که باشد، ملت افغانستان باید این دارایی را در اختیار خود داشته باشد و آن را کنترل کند. در همین حال، حسین ابراهیم طه، سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی در مصاحبه با روزنامه شرق الاوسط گفته است که با جهان در رابطه بر رهایی ذخایر پولی منجمد شده افغانستان مشوره می کند. همچنان زنان افغان در یک نامه سرگشاده از جو بایدن خواستند که بر تصمیم اخیر خود تجدیدی نظر کند. وضعیت بشری در افغانستان ما را نگران کرده است، اما رهایی ذخایر پولی افغانستان از انجماد در حل بحران اقتصادی کمک خواهد کرد. ما در رابطه به این مسئله مهم در هماهنگی با بانک انکشافی اسلامی با جناح‌های جهانی مشوره و گفتگو می‌کنیم. مردم افغانستان مسئول رویداد 11 سپتامبر نیستند و باید بیشتر از این قربانی نشوند. تصمیم قدرتمندترین کشور جهان در رابطه با فقیرترین کشور غیر عادلانه است. محمود خان اڅکزی رئیس حزب عوامی نشنل خیبر پشتونخوا تصمیم بایدن را ظالمانه میخواند و میگوید که بایدن باید با پس گرفتن تصمیم خود پول افغانان را بدهد. د راکټان په نتیجه کې چې په نیویارک کې مړی شوی دی د افغانستان په بینک کې نیم پیسې مو یې غوښتو دا به څنګه صافي بایدن ماما ټیک ته کوي ته د خپل مرګونو پیسې غواړي چې د بن لادن د غوښتنې په نیویارک کې وټاوران زه به څه کوم. آگاهان امور اقتصادی میگویند که تصمیم جو بایدن نه تنها برای افغانستان بلکه برای آمریکا نیز زیانبار است و این تصمیم مشروعیت ندارد، زیرا هیچ کس پول افغانان را در غرامت داده نمی تواند. افغانان هم باید راپورته شي او د خپل هغه شهیدانو د هغه خلکو چې دواړه جانبې خپل ژوند له لاسه ورکړي د دې سروې وشي او د دوی نه د امریکا نه تاوان واخیستل شي او په ملي او بیلنی سطحه ټول افغانان په یو اواز باندې خپل تاوان غوښتنه وکړي او د دې غوښتنه کې د نړیوالو نه هم کومک غواړي. در همین حال مردم عام نیز در رابطه با برگرداندن پول از ذخایر منجمد شده افغانستان من حیث غرامت ابراز نگرانی می کنند و می گویند امریکا باید پول افغانان را به عنوان غرامت و کمک ها تقسیم نکند. این پیسه مربوط امارات اسلامی نمیشه، این پیسه از مظلوم های افغانستان است. یک قدر مردم افغانستان که در 20 سال
مرده شد و مادر که اولاد خود از دست داد، زن که شوهر خود از دست داد، این غرامت ازیر سر که ما پرتیم. جامعه جهانی باید پیگیر موضوع باشه و اگر پول را به طالبا نمیگذارن، یعنی به دست راستشان نمیگذارن، باید به یک شکل بر مردم افغانستان کمک کنن. از سوی دیگر مارتین معاون منشی عمومی سازمان ملل در امور بشردوستانه هشدار داده است که افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی با وضعیت دشوار مواجه است و از رهایی ذخایر پولی منجمد شده افغانان اطمینان داده است تا جلوی فروپاشی اقتصادی و فاجعه بشری در افغانستان گرفته شود. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که طالبان بدیل در افغانستان ندارد و جهان باید با آنان تعامل کند. عمران خان در تازه ترین اظهارات خود به تلویزیون CNN گفته است جهان مجبور است تا برای پیش برد امور خود در افغانستان برای تعامل با طالبان تن دهد. صدر اعظم پاکستان میگوید که ممکن امارت اسلامی دیر یا زود از سوی جهان به رسمیت شناخته شود. عمران خان در این مصاحبه گفته است که پس از رسیدن طالبان به قدرت، جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی بلوچ و شاخه خراسان گروه داعش به پاکستان رفتند و به گفته وی این سه گروه حملات خود را از افغانستان بر پاکستان انجام می دهند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN در کنار انتقاد بر سیاست‌های آمریکا بر تعامل جامعه جهانی با امارات اسلامی صحبت کرده و تاکید نموده است که طالبان اکنون در افغانستان بدیل ندارند. عمران خان میگوید که جهان باید برای تعامل با امارات اسلامی اقدام کند. طالبان هیچ گونه بدیلی در افغانستان ندارند. جهان اکنون مجبور است که برای پیشبرد امور با طالبان تعامل کند و جهانیان مدت بعد یا به زودی حکومت طالبان را به رسمیت خواهند شناخت. عمران خان میگوید امریکا باید درک کند که افغانستان تنها کشور حاکمانه حاکم نیست، بلکه وابسته به 40 میلیون تن است که 50% آن در زمستان جاری با وضعیت دشوار مواجه می باشند. وی از امریکا خواسته است تا واشنگتن در رابطه با عملیات شبانه و حملات تیاره های بی پیلوت خود در کشورهای دیگر معلومات نادرست ندهد. بعدبای امریکایی گفته می شود که حملات تیاره های بی پیلوت دقیق است و تروریستان را هدف قرار می دهد، اما جزئیات تلفات را که بر مردم عام وارد شده است نمی دهد. امریکا باید در رابطه با عملیات شبانه و سیاست خود تجدید نظر کند. عمران خان گفته است که امریکا در مبارزه با تروریسم تروریستان را آموزش داده است و به گفته وی هنگام جنگ امریکا در افغانستان اسلام آباد حیثیت یک قلعه را داشت و به دلیل حمایت از امریکا در این جنگ 80,000 اتباعی پاکستانی کشته شد. این در حال است که روزنامه فارسی اندیپندنت از دیدار برخی مقام های حکومت پیشین و سیاسیون با رئیس ISI در ترکیه خبر داده است. هیئت افغان و رهبری سرپرست وزارت امور خارجه با نمایندگان کشورهای خلیج در قطر دیدار و گفتگو کرد. وزارت امور خارجه میگوید که این هیئت با نمایندگان کشورهای خلیج در مورد برخی مسائل گفتگو کرده است. مقامات امارت اسلامی روز گذشته گفتند که هیئت امارت اسلامی با نمایندگان کشورهای خلیج، هیئت اتحادیه اروپا و مقامات بخش‌های دیپلماتیک که به جای کابل در قطر فعالیت می‌کنند گفتگو خواهد کرد. هیئت امارت اسلامی به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه که روز یکشنبه به قطر رفت، امروز با نمایندگان کشورهای خلیجی در دوحه ملاقات کرده است. وزارت امور خارجه میگوید که این هیئت با نمایندگان اداره های نیز صحبت کرده است که اکنون به عوض کابل در قطر فعالیت دارند. امروز نشست مهم هیئت امارت اسلامی با نمایندگان کشورهای خلیجی در قطر آغاز شد. هیئت امارت اسلامی در دوحه با هیئت اتحادیه اروپا و بخش های دیپلماتیکی که از قطر فعالیت می کنند بر مسائل مهم مجالس خواهد داشت. در همین حال آگاهان امور می گویند که سفر هیئت امارت اسلامی به رهبری امیرخان متقی ظاهرا چنان وانمود شده است که با کشورهای اروپایی و عرب گفتگو می کند، اما ممکن برخی مسائل دیگری نیز در آجندای این سفر شامل باشد. خاغل متقی په مشته من د افغانستان پلاوی سفر قطر ته زایدن داس خود سره سی دی اروپای ټولنې هوادو سره او داس یارا عرب هوادو سره دوی خبرې اترې کوي. یاته مکتب ډیپلوماټانو چې په افغانستان کې فعالیت نه کوي هلته کې دوی جلب ول دي. خو داسې په ناڅاپي توګه باندې بدون د اجنډا نه بدون د دې نه چې ملت سره خبره شریکه کړي په یو دم باندې سفر ته سره کوي، بیا دلته نور پوښتنې هم منځ سره وړل.
این در حال است که گفته می شود هیئت دیگر امارت اسلامی نیز به یک کشور اروپایی سفر دارد، اما امارت اسلامی تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. برخی اعضای شورای راه نجات میگویند که درباره یک تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد دارایی‌های افغانستان باید به سازمان ملل شکایت شود. اعضای این شورا میگویند که اگر شورای امنیت سازمان ملل به شکایت افغانستان رسیدگی نکند، به جهان واضح خواهد شد که شورای امنیت تا چه حد تحت تاثیر آمریکا قرار دارد. برخی از اعضای شورای راه نجات میگویند این که آمریکا دارایی‌های افغانستان را به خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر می‌دهد، در اصل عاملان این رویداد افغانان نیستند و این امریکا است که در 20 سال گذشته افغانان بیگناه را کشته است و باید به افغانان غرامت بپردازد. اینجا اعضای شورای راه نجات تجمع نموده و بر تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مورد ذخایر پولی افغانستان واکنش جدی نشان می‌دهند. اعضای این شورا میگویند که در مورد فرمان اخیر رئیس جمهور آمریکا که بخش بزرگ ذخایر پولی افغانستان را به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داده و بخش دیگر آن را به کمک‌های بشری به مؤسسات می‌دهد، باید به سطح جهانی شکایت شود. آنان میگویند که در این رابطه به شمول شورای امنیت سازمان ملل به محاکم جهانی نیز شکایت شود. مر به هیچ په بین الملل کې په ده باندې عریضه وکړو، زموږ حکومت په بین الملل کې په ده عریضه وکړو. دا به معلومه سي چې دغه بین الملل لکه څنګه چې موږ تش په دې متیقین یو چې بین الملل د دوی عزبه ده، په دوی باندې حاکمی نه دي، خو دا به دنیا ته ښه معلومه سي چې دا بین الملل چې دی د دوی عزبه ده. بیا به سبا بعضو ملکو ته نه شي ویلی بین الملل چې زه د یو مابین یو څوک یم، تر څو چې د دې خپل حق غوښتنه ونکړو، په داخل کې هم چغه اواز اوچت کړو، په خارج کې هم اواز اوچت کړو، په بین المللي سطحه باندې که چې کومه محکمه ده په هغې کې هم د دې حق لرو چې موږ هلته خپل درخواست وړاندې کړو، او دغه فرمان چې دې روغ لیونی صادر کړی دی او دا هلته چلنج کړو، او دغه فرمان د دلته او دریږي. اول خدا چې ان شاء الله زسل پسلو کې د امریکا د محکمینا ان شاء الله تعالی کسل پسلو کې نه او صفی صدق مطمئنم چې دا فیصله شاید ونه کی. اعضای شورای راه نجات میگویند این که دارایی افغانان به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر داده می شود، در اصل افغانان در این رویداد هیچ گونه دخالت ندارند و رهبر شبکه القاعده نیز در پاکستان کشته شد. به گفته آنان آمریکا باید حساب جنایات 20 سال گذشته خود را که در افغانستان مرتکب شده است به افغانان بدهد. تاسو وګورئ دغه امریکا ته چې پرونی دلته حکومت و حسابي ور سره ونه کړه، چا چې د سپتمبر عملیات کړي وو، د سپتمبر 11 د سپتمبر عملیات چې چا کړي وو هغه یې پرې متهم که خپله یهودو دا کار تنظیم کړی وو. بیا که پردن اسامه دا کار کړی وو، اسامه خو دې په پاکستان کې وو، یو عرب وو، بیا دې دا شل کاله دلته دا دونه خلق ووژل، دا دونه لوی محشر دې په دې ملک تیر کړ. داسې ماښام چې 01 او 02 د 11 د سپتمبر غوندې په یو کلي او کورنۍ کې نخره نه یې کړي، موږ د وجدان نه خلاص خلق یو. په همدې میدان هوایي کې موږ ورته کتلې چې د 01 او 02 خلک په څه عزت بوتلل. د شلو کلو کې چې څومره کسان زما شهیدان کړل، څومره میرمنې زما کونډې کړې، څومره یتیمان ماشومان زما یتیمان کړل، څومره کلي راته بمبار کړل، څومره خلک یې زما مسیحیان کړل، څومره باپته ښځې زما بېپته کړلې، د هغې حسابي خو ما سره نه کوي، د هغې حق خو ماته نه راکوي، بلکې زما هغه نغدې پیسو باندې هم رانې غصبوي او په هغې باندې هم خېټه اچوي. غرامت د دې جګړې چې زموږ په افغانستان کې په ضرب د شلو کلونو کې دا جګړه وه، او دغه په زوراو خلک د منځه ولاړه، او اکثر هغه خلک ولاړه
چې هغه یاسر شوندن کې و او ډیر خلک د ملت دولس خلک و چې په بمبارو کې د منځه ولاړې ودونه بمبار سوله جنازې بمبار سولې مرتشل جلسې بمبار سولې او غټ مجمع چې جوړ سو یو دی هغه بمبار سو خو البته د دا غرامت به چې موږ د امریکا سو اوس وغواړو. برخی از اشتراک کنندگان این نشست میگویند که امریکا در افغانستان شکست خورده است و همچنان تصمیم اخیرین کشور در مورد ذخایر پولی افغانستان به هدف انتقامگیری از افغانان است و مردم افغانستان هیچگاه اجازه تطبیق این تصمیم را نخواهند داد. امریکایی ها دا آمدن و به 40 سال شده که ملعبه و بازیچه خود قرار داده الان شکست خورده. وقتی که اینها شکست خورده دیگر برای که خود را تبرئه کند و برای که خود را در نزد ملت خودشان البته خود را بی گناه ثابت کند شکست خود را چاره ندارد. در حالی که او زمانی که آمریکا زده شد خود افغانستان هم در اون زمان در تحت ظلم و بمباردها و در تحت جنایت ها بودند. لحاظا پول منجمد شده افغانستان این یک ترپند سیاسی است. خواسته شکایت در واکنش به تصمیم جو بایدن در مورد ذخایر پولی افغانستان به اداره های جهانی به شمول شورای امنیت سازمان ملل در حال است که آگاهان میگویند شورای امنیت سازمان ملل نیز تحت تاثیر امریکا قرار دارد و این سازمان هیچگاه نمیتواند که بر امریکا فشار وارد کند. ده ها تن در کابل به گونه اعتراض تجمع کردند و میگویند که امارات متحده عرب مشکلات صدور ویزه آنان را حل کند. حدود 2 ماه قبل از به قدرت رسیدن امارات اسلامی هزاران افغان که به هدف رخصتی از امارات متحده عرب به افغانستان آمده بودند میگویند که آنان به دلیل تحولات سیاسی در افغانستان نتوانستند دوباره به امارات متحده عرب بروند. تاریخ ویزه آنان سپری شده است و اکنون امارات متحده عرب با آنان ویزه نمیدهد. آنان میگویند که خانواده های برخی از این افراد و کار و بار آنان در آن کشور است و اگر به آن رسیدگی نکنند زندگی آنان با مشکل مواجه می شود. این دهاتن بار اندازی تظاهرات در رابطه با ویزه امارات متحده عرب میگویند که برای آنان باید ویزه های امارات متحده عرب صادر شود. حدود 2 ماه قبل از رسیدن طالبان به قدرت هزاران افغان از امارات متحده عرب به هدف رخصتی به افغانستان آمده بودند، اما به دلیل تحولات سیاسی اخیر نتوانستند که بعد تاریخ تعیین شده دوباره به امارات متحده عرب بروند. اکنون تاریخ ویزه های آنان تکمیل شده است و امارات متحده عرب به آنان اجازه نمیدهد که به این کشور بروند. این معترضان میگویند که به وزارت امور خارجه و کنسولگری امارات متحده عرب در افغانستان مراجعه کردند، اما با مشکلات آنان هیچ گونه رسیدگی نشده است. نمنګه په ډیر درنک سره د امارات متحده عربی له حکومت نه غوښتنه کوو چې په ډیره مهربانۍ سره لکه مخکې چې څنګه افغانستان سره اورګلی کړی دا بیا دې مکړي او دا ویزې د اخلاص کې د مسافرینو چې بیچارهګان په مشکلاتو کې دي دې مشکلات دې حل کړي. برخی از این معترضان میگویند که خانواده های آنان در امارات متحده عرب بود و باش دارند و خود در افغانستان گیرمانده و با مشکلات جدی مواجهند. فرزندان برخی از این معترضان در مکاتب امارات متحده عرب آموزش میبینند، اما اکنون که در افغانستان گیرمانده و نمیتوانند به امارات بروند فرزندانشان از آموزش محروم شدند. موږ دلته وطن ته په رخصتی راغلو نو دلته تحولات را لل مشکلات سو موږ ویزه اکسپایر شو گیر شو دمغه الته فاملونه کورنۍ مټولې الته دی اغلته ستوند سره ګری دی بغیر د موږ ناغلته نیمګړی دی. نو موږ غواړو د متحده عربی اماراتو نه په ډیر درنښت سره اله تر کو چې د موږ ستوند درکې او موږ ته اجازه راکې چې موږ بیرته خپل کورو خپل فامیل ته ځان ورسو. معترضان میگویند که در شهرهای مختلف امارات متحده عرب به ارزش میلیونها دلار سرمایه گذاری کردند، اما اکنون در افغانستان گیر ماندند و تمام امور آنان با سقوط مواجه شده است. کاروبار دی مال تا دره نانوائی وی دی سال تا مخبز وی او یه می اوچل ده اغال تا پات دی و سر تا کارگر سب که کار که رنگونه که یا راس دا پتاوان که چلی نو یه موگ بنده و وزور کلای نسما بس آلت لغت و ستونزو سر مخامخ. زه په دوبی کې تقریبا 3 هوټل لرم چې هغه هلته په هوټلو کې هوټلونه بې سرنوشته پاتې دي
او کارمندان می مملته به سرنوشت د کاروبار نسم کوی تقریبا تمیشت کی چې زدل ترغله ما. پس از رسیدن طالبان به قدرت برخی از کشورها سفارت و قنسولگری های خود را در افغانستان باز کردند، اما برخی کشورهای دیگر به شمول آمریکا امور قنسولی خود در افغانستان را از کشور سومی به پیش میبرند. ایالات متحده آمریکا میگوید تلاش میکند که ادبای زندانی آمریکا در افغانستان رها شود. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در یک مصاحبه گفته است که ایالات متحده تلاش میکند تا تمام ادبای زندانی خود را در سراسر جهان رها کند و این تلاش ها در افغانستان نیز ادامه دارد. به گفته وی آنان همچنان خواستار آزادی آمریکایی هایی هستند که در اوایل ماه دسامبر در افغانستان گرفتار شدند. وی گفته است که این مذاکرات و بحث ها به سطح بلند جریان دارد و ایالات متحده به حفاظت از ادبای خود متعهد است. سالیوان میگوید که در ایران و روسیه نیز تلاش ها برای آزادی ادبای آمریکایی جریان دارد. ادامه خبر. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان امروز در جریان سفر به اوکراین با عنوان بخشی از تلاش دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد و فردا در سفر به روسیه با ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد. اولاف شولتز قبل از سفر خود به کیف پایتخت اوکراین هشدار داد که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند با عواقب شدید اقتصادی مواجه خواهد شد. در این زمان سازمان G7 هشدار داده است که حمله نظامی روسیه بر اوکراین می تواند سبب تحریم های شدیدتر علیه مسکو شود. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت تلفنی کرده و قصر سفید میگوید که بایدن از حمایت آمریکا به زلنسکی اطمینان داده است و رهبران هر دو کشور بر ادامه تلاش های دیپلماتیک خود موافقت کردند. این اطمینان آمریکا در حال است که به تازگی یک مقام آمریکایی که نخواسته است نامش افشا شود به آسوشیتد پرس گفته است که بیش از 130 هزار سرباز روسی در امتداد سرحد اوکراین جابجا شدند. روسیه میگوید که پلان حمله بر اوکراین را ندارد و از ناتو خواسته است که این کشور را به حیث عضو نپذیرد و به ایالات متحده پیشنهاد کرده است که در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین پایگاه نظامی ایجاد نکند، اما آمریکا و ناتو این پیشنهاد را رسما رد کرده اند. و خبر اخیر این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی یک سفر رسمی به امارات متحده عرب رفته است. رجب طیب اردوغان قبل از این سفر به خبرنگاران گفته است که باب جدید در روابط ترکیه و امارات متحده عرب گشایش یافته است و می‌افزاید در سفر دو روزه خود به امارات متحده عرب علاوه بر روابط دو جانبه در مورد پیشرفت ها و مسائل مهم جهان و منطقه صحبت خواهد کرد. اردوغان میگوید که سطح تجارت میان ترکیه و امارات متحده عرب بیش از 8 میلیارد دلار است که تنها 6 میلیارد دلار آن به صادرات ترکیه تعلق دارد و این رقم را بیشتر از این افزایش خواهد داد. ممنون از توجهتان. به خبرهای این ساعت وقت خوش. خدا نگهدار.